پنجم آذر ماه 1395 خورشیدی و 25 نوامبر 2016 میلادی. امشب میپردازیم به شیخ صادق لاریجانی و خانواده لاریجانی ها. فردی آخرم آخر برنامه. هست و سه حساب شخصی آیت الله صادق لاریجانی با سود ماهی حدود 20 میلیارد تومان از پولای سپرده در این حساب ها که مستقیم میره تو جیب قاضی‌القضات جمهوری اسلامی ایران. یعنی سالانه فقط سود این سپرده ها در سال میشود 250 میلیارد تومان در سال که با آقای صادق لاریجانی پرداخت شده. 250 میلیارد تومان تو 7 سال گذشته از وقتی شیخ صادق به حکم رهبر معظم شده رئیس قوه قضاییه میشه چقدر؟ میشه 1750 میلیارد تومان. خدا بده برکت. به محض مطرح شدن این موضوع طیب نیای وزیر اقتصاد آقای روحانی اومد توضیح داد. چیزی که بوده اینه که از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده. طبیعیه که به این سپرده ها سودی تعلق میگیره. اصل وجوه سپرده گذاری شده در بانک ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و این اصل توی حساب بانکی باقی مونده. سودی که به این حساب ها تعلق میگیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده. بنابراین وجوه سپرده گذاری شده در حساب های قوه قضاییه با هماهنگی بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور بوده. هرچی توضیح میدن بدتر میشه. واسه حالا میبینید آقای طیب نیا البته راست میگه که این موضوع تازه نیست و از حداقل 20 سال پیش تا حالا این بوده که حالا صحبت میکنیم دربارش، ولی دروغ میگه که همه چیز قانونی است و شرعی است و اینها. حالا من نمیدونم متشرعان چجوری نگاه میکنن به این قضیه. به هر حال در پیوند با قانون، اگه قانونی بود چرا باید بعد از علنی شدن این خبر صادق لاریجانی یقه شما رو بگیره؟ آقای طیب نیا دو تا کارمندای ارشد بانک ملی و یک بازرس سازمان بازرسی کل کشور رو که گزارش این حسابا رو به شما دادن بندازه زندان. آقای طیب نیا بعد از صحبت شما بود، همین صحبت که فرمودین که آقای محمود صادقی نماینده مجلس موضوع رو کشید به صحنه علنی مجلس 24 آبان. بذارین اول صحبت آقای محمود صادقی در مجلس رو یه بار دیگه بشنویم. آبها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید. متشکرم. موضوع روشنه. محمود صادقی نماینده بعدم یک نامه میده به هیئت رئیسه مجلس برای طرح سوال از وزیر اقتصاد که در واقع فشرده همین سخن شکه در تریبون مجلس شنیدین. پیش از این هم البته در تیر ماه همین امسال یک نماینده دیگه مجلس یقه داداش شیخ صادق رو گرفته بود که چرا علی لاریجانی رئیس مجلس بود، که چرا قانون تصویب شده مربوط به دارایی مسئولان نظام اجرا نمیشه. حجت الاسلام احمد مازنی در جلسه علنی سه‌شنبه 22 تیر ماه مجلس در اخطاری با استناد به اصل 42 قانون اساسی اظهار کرد قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9 آبان 94 تصویب شد. در ماده 6 این قانون آمده است که قوه قضاییه باید حد اکثر در مدت 6 ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند. احمد مازنی خطاب به علی لاریجانی خاطر نشان کرد تاریخ ابلاغ این قانون که به امضای شما به عنوان رئیس مجلس رسیده 7 آذر 94 است که در این تاریخ این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کردید. شایسته است که نمایندگان را از سرنوشت این قانون مطلع کنید. علی لاریجانی هم همونجا جواب داد زمان ابلاغ این قانون فرصتی بود که قوه قضاییه آیین‌نامه‌اش را تنظیم کند، چون حجم افراد درگیر آن زیاد است. آنان فرصت می‌خواستند که به این کار سامان دهند و در این راستا کارها در حال انجام است و این موضوع را به صورت دقیق‌تر پیگیری می‌کنم. چی شد؟ از آذر 94 تا الان درست 1 سال گذشته. قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص 6 ماه فرصت داده به قوه قضاییه. الان 1 سال گذشته و خبری نیست. و تازه وقتی یکی از دارایی‌های یکی از مسئولان که آقای رئیس قوه قضاییه باشه افشا میشه، حالا یکی از دارایی‌هاش واقعا افشا کننده رو میگیرن، گزارش دهنده رو میگیرن، میندازن زندان. حالا همین 2 روز پیش بعد از پخش شدن خبر این اختلاس بزرگ رئیس قوه قضاییه و سر و صدای محمود صادقی نماینده مجلس، خود جناب قاضی قضات میاد توضیح میده. آیت الله صادق آملی لاریجانی در 3 همایش فرماندهان بسیجی قوه قضاییه اظهار داشت، میگویند رئیس قوه قضاییه هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود میریزد که این کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است. این موضوع تنها در دوره بنده نبوده، در دوره‌های قبلی هم مطرح بوده است که اذن رهبری برای آن وجود داشت و به هیچ وجه شخصی نیست. حالا بعد از این صحبت‌ها آقای همیشه پرخاشگر، آقای صادق آملی لاریجانی میره تو حالت دفاعی بدجور. بزنید من یکی از بقیه صحبت رو بخونم. رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس جمهور گفت سوال من از رئیس جمهور این است که آیا در برابر این تهمت‌های سنگین علیه رئیس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظیفه دفاع از رئیس قوه را نداشتید؟ یک نماینده فراکسیون امید که به شما منتسب است، یعنی محمود صادقی، رئیس قوه قضاییه را متهم کرده است که میلیاردها به حساب خود ریخته است، دفاع نمی کنید؟ بعد صادق خان با انتقاد از سخنان داداشش رئیس مجلس هم گفت که اگرچه ایشان، یعنی علی لاریجانی، انصاف به خرج دادن، اما به ایشان میگویم از پشت تریبون مجلس چون این تهمتی به رئیس قوه قضاییه زدن، شما مسئولیتی نداشتید؟ بذارین اینم بگم و بعد ادامه بدیم. نامه نوشت بعد از این صحبت‌های صادق لاریجانی خطاب به محمود صادقی، نامه نوشت خطاب به آیت الله صادق لاریجانی، نوشت حضرت عالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نیک می‌دانید که برابر اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود. از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجع و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید، از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کردید که چرا به این جانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر ندادند؟ این رئیس قوه قضاییه است که آقای محمود صادقی با 2 خط ذکر 2 اصل قانون اساسی فقط راحت کله پاش میکنه از نظر قانون. اینجوری مملکت. صادق خان یه نکته روشن البته گفت تو صحبتاش، این بود که این اختلاس که ایشون البته میفرمان قانونی و شرعی است و با اذن رهبری، البته فقط در دوره ایشون نیست که انجام میشه، در دوره های قبل هم بوده، یعنی از 20 سال پیش، 21 سال پیش، از دوره محمد یزدی همیشه با
اذن رهبر معظم. خب پس چرا الان رو میشه این اختلاس به این گندگی و این موضوع به این مهمی؟ میدونین میان سپرده های مردمی که آقای محمود صادقی توضیح دادن نماینده مجلس وقتی که نطقشون رو کوتاه پخش کردیم، شاید توجه دقیق نشده باشه، من کوتاه مختصر توضیح بدم. ایشون گفتن که این سپرده ها که فقط مای 20 میلیارد تومان الان سودشه و همینجوری خب میره بالا، این سپرده وثیقه هایی است که مردم بدبختی که افتادن زندان و بعد برای آزادی این وثیقه ها رو دادن یا یکی دیگه براشون وثیقه گذاشته، اینا رفته تو حساب به عنوان سپرده قوه قضاییه. منتها حساب به اسم رئیس قوه قضاییه است. اجازه بدین از آقای دکتر مهدی خزعلی بشنویم. من فکر میکنم که اینو باید در یه جای سیاسی دیگه نگاه کرد. حتی پرونده های مسئولینی که بسیارشون هم اصولگرا بودن، مثلا آقای واعظ طبسی، آقای ناطق نوری، آقای امامی کاشانی و همه این کسانی که در اون موقع پرونده ها دست آقای پالیزدار افتاد و اعلام کرد، من این رو هدفمند میدونم. در واقع یه موقعی احساس کردن که همین پشتوانه های جنای حاکم دارن سر بر میدارن. در واقع یه گوشمالی بود که بشینین سرجاتون، این فاصله ها با قله هرم زیاد بشه، بدونن هر وقت حرکتی بکنید پرونده هایی دارید، بالاخره شما معدنی گرفته اید، معدن سنگی گرفته اید، تشکیلاتی، و اینها منتشر میشه. یه نفر میره دانشگاه همدان سخنرانی میکنه. الان قصه چرا یک دفعه ما میبینیم که آقای لاریجانی، این سوگلی، این که اینقدر خدمت کرده در 88 به تعبیر اونها فتنه رو به اشد مجازات رسونده اصحاب فتنه رو، چطور شد یه دفعه برای خودش پرونده باز شد؟ من میخوام بگم که دو نفر داعیه رهبری در سر میپرورانند و فکر میکنند اگر بیماری رهبری به جایی برسد و فکر جانشینی باشد، ما هم در ریاست قوه هستیم، یعنی رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه، و هم عضو خبرگان هستیم، هم مجتهدیم، دیگران توتون عضو خبرگان هستیم، و این شانس رو داریم همون گونه که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود شد رهبر در اون فضای بحرانی، ما هم لابی های لازم بکنیم برای اون روز. و طبیعتا جنای حاکم نگران این دورخیزی است که این دو بزرگوار کردن برای جانشینی. لذا هم میبینیم که جنای حاکم هم یک نفر دیگه به عنوان محلل درست میکنه در مشهد، در تولیت مشهد میگذارد، و یه عده از فرماندهان سپاه هم به بهانه زیارت مشهد میروند با تولیت دیدار میکنند. یعنی جناح حاکم هم داره برای آینده فکر میکنه یک محللی باشد که رهبری را اگر گرفت به ما برگرداند. خب ببینین یه خود سر بسته حرف زدن آقای دکتر خزعلی، من باز ناگزیر توضیح بدم. حالا پیش میره روشن‌تر میشه. آقای خزعلی اشاره کردن به افشاگری های عباس پالیزدار در سال 85 که برای نخستین بار دزدی های کلان عده از روحانیون تراز اول نظام مقدس رو در سخنرانیش در دانشگاه همدان افشا کرد. سال 85 عرض کردم. یه برنامه‌ای داشتیم چند هفته پیش با آقای پالیزدار و آقای خزعلی که همونجا مطرح شد که این افشاگری های آقای پالیزدار با آگاهی و بس و حمایت خامنه‌ای انجام شده، نه برای اینکه دل رهبر معظم واسه مردم بدبخت می‌سوزه، واسه اینکه به روحانیون و آدمای دیگه‌ای که دارن از قبل قدرتی که نظام مقدس بهشون داده بر عرش ثروت و قدرت سیر می‌کنن بگه که حواستون باشه که ریشتون گیره. اگه جلو من واسین همه اینا میشه پرونده هایی که در جریان بیفته. خب این موضوعی بود که اون موقع مطرح شد، مورد تایید آقای پالیزدار هم قرار گرفت. حالا این موضوع رو آقای خزعلی مطرح میکنن که در پیوند با همین افشای ماجرای شست حساب شخصی صادق لاریجانی هم در همین رابطه است. حالا میرسیم به اون دو نفری که نمیدانیم کیست، هنوز آقای خزعلی هم نگفتن. این یه موضوع. یه موضوع دیگه یادآوری سال 68 بود و برنامه‌ریزی خامنه‌ای و رفسنجانی احمد خمینی برای اعلام رهبری خامنه‌ای و ماجرای محللی که گفتن آقای خزعلی. ببینید بعد از مرگ خمینی قرارشون این بود که خامنه‌ای نقش محلل رو بازی کنه، در واقع بشه رهبر برای مدت حدود 10 سال تا سید احمد خمینی با ادامه درسش در حوزه به شرایط به اصطلاح قانونی رهبری برسه، رهبر شدن برسه، و بعد رهبری نظام به خود سید احمد یعنی خانواده خمینی برگرده.
این قرار بین رفسنجانی خامنه‌ای و سید احمد خمینی بود. بارها در این برنامه دربارش صحبت کردیم. خود آقای دکتر خزعلی توضیح دادن این موضوع رو. به هر حال سید احمد رو به قتل میرسونند و این در اعترافات سعید امامی هم آمده که با فتوای آیت الله خوشوقت پدر عروس خامنه‌ای و آیت الله مصباح و تایید اژه‌ای و فلاحیان انجام می‌شود. این قتل سید احمد خمینی عرض کردم، اینا رو قبلا تو برنامه گفتیم. خب برگردیم آقای دکتر خزعلی. دو نفر فرمودن که دورخیز کردن برای رهبر شدن بعد از آقای خامنه‌ای و خود خامنه‌ای میاد ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی رو به عنوان محلل رهبری که بعداً رهبری رو تحویل مشتبه خامنه‌ای بده مطرح میکنه. یه عده فرمانده های سپاه هم، فرمانده های ارشد سپاه میرن با ابراهیم رئیسی بیعت میکنن در مشهد به اصطلاح. و خب حالا اون دو نفری که دورخیز کردن واسه رهبر شدن و خامنه‌ای با پیش انداختن رئیسی داره به اونا در واقع پاتک میزنه، اینا کیان؟ من عرض کردم که در واقع جناب حاکم دید این دو نفر یواش یواش سودای رهبری در سر دارن. یکی شیخ صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه و دیگری شیخ حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه. خب به هر حال برنامه‌هایی برای خودشون داشتن و اینو بایستی سرکوب کنه. هر دوی اینها رو جناح حاکم میخواد در مقابلشون بیسته. میاد یک نفری مثل آقای رئیسی و تولیت آستان قدس رضوی رو مطرح میکنه و فرماندهان سپاه به عنوان زیارت سامن الحجج با ایشون که تولیت در واقع آستان قدس رضوی است ملاقات میکنن و اینها یک کاندیدای دیگه ای رو مطرح میکنن به عنوان محلل که او بتواند برگرداند به خاندان خودمان. به هر حال الان وضعیت اینه. اگر قصه این حساب ها رو شده برای این است، اما این حساب ها از قبل بوده، از آقای زمان آقای یزدی هم بود، زمان آقای یزدی چه بدتری هم بود. مثلا ببینید یه نمونه ای که دادستان بندر عباس قایق‌هایی که قاچاق داشتن اینا توقیف می‌شدن، بعد تو این توقیف این قایق‌ها رو به ثمن بخش 1/10 قیمت واقعی، اگر قایق 3 میلیون می‌ارزید 2300 تومان فروخته می‌شد، پولش می‌رفت توی حساب شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه، به حساب شخصیشون می‌رفت. بعد حالا پرونده می‌اومدن شکایت می‌کردن آقا قایقمون رو بدین، میگفتن خب ما فروختیم، توقیف شده فروختیم، حالا چجوری فروختن اون بحث مفصلی دارد. خب پولش بدین لااقل. دادستان نوشت که این پولها رو که تودیع کردیم در حساب شما حالا میخوام بهشون بدیم، مالشون رو گرفتیم به 1/10 قیمت فروختیم، همون 1/10 قیمت رو میخوام بدیم، چجوری بدیم؟ آقای شیخ محمد یزدی این پولها رو مصرف کرده بود، پولی نمونده بود که مردم برگردونن. یعنی چی مصرف کرده بود؟ یعنی خرج قوه قضاییه کرده بود؟ خرج چی کرده بود آقای محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه که دیگه نداشت بده؟ کاملا در اختیار و شخصی، یعنی هیچ ربطی اون خرج به قوه قضاییه نداشت، کاملا در اختیار خودشون و خرج شخصی شده بود. حالا آقای یزدی هم کسیست که اولین بار در نامه‌ای که مدیر کل روحانیت وزارت به من نشون داد، ایشون به عنوان دبیرخانه خبرگان رهبری نوشته بود چرا مهدی خزعلی رو نمیگیرید، سال 87 چرا نمیگیرید، و ایشون داره به رئیس جمهور اهانت میکنه. نمیدونم ایشون وکیل مدافع رئیس جمهور بود یا خبرگان رهبری، چه ارتباطی به رئیس جمهور داره، ولی ایشون خیلی عصبیه. و من خیلی دوست دارم یه روزی پرونده مسائل آقای یزدی و مستند دونه دونه آقای یزدی رو معرفی کنیم، واقعا چه کار کرده است در قوه قضاییه، در طرح جنگل های پجیم، در اون طرح پجیم و آغازادهشون حمید آقا که اون جنگل ها چی بود قضیهش، قصه خیلی. و اون دستخط مبارک ایشون رو برای شما بذاریم ببینیم که دستخط مبارک آقای یزدی برای اون جنگل داری چی است و علاقه آغازاده به جنگل داری و طبیعت، و چه شد که این 3000 هکتار جنگل های شمال در اختیار آغازاده ایشون قرار گرفت. اینا بحث های مفصلیه، بذاریم به جای صحبت بکنیم. صادق درباره آقای یزدی، صادق لاریجانی در سمت رئیس قوه قضاییه میگه اینا همش حساب کتابش هست و قانونی بوده، تو توضیحی که داده بخشش من خوندم. پس چیه مسئله این سود 2 میلیارد تومانی که صادق لاریجانی میتونه برداشت شخصی بکنه که قانونی بوده است و حساب کتابش هست؟ قصه سودها این است که بخشنامه شد که بانک های دولتی به حساب‌های دولتی سود ندهند، یعنی هر حسابی که هست
در بانک ملی سودی بهش تعلق نمیگیره. اینا اومدن برای فرار از این بخشنامه به اسم افراد حقیقی حساب باز کردن که این سودو از بانک بگیرن. خب در هیچ جایی هم دیده نشده این درآمد، لذا حساب در اختیار این مسئولین است که این سودا رو یه جوری مصرف کنن. آقای لاریجانی میفرمایند که تخلفی نشده. خب الحمدلله انشالله شما اونقدر تقوا داشتید که این حساب‌ها و سودش رو دست نزدید. ما خیلی خوشحال میشیم یه حسابرسی کارشناس دادگستری استخدام بشود، یه حسابرسی قشنگ بکنن ببینه آیا این سودها همه مونده. بعد میخوام باهاش چیکار کنید؟ باید بیاد توی خزانه داری کل. شما که محل درآمد ندارید که، شما بودجه میگیرید، اینها باید بیاد تو خزانه داری کل و به شما بودجه داده بشه. آیا این کار شده؟ که نشده و بدون این محاسبات با تک امضا مصرف شده. این هم راهش یک کارشناسی رسمی دادگستری است که ما از الان میگیم خیالتون راحت باشه که این حساب ها مصرف شده و نمیتونید شما یه حساب ساده ای رو به مردم پس بدید. حالا این یه دونشه. مثلا وقتی که در زمان احمدی نژاد مونده بودن با این پول ها چه کار کنن که در خارج از کشور یه موقع توقیف نشه، اگر فضا تنگتر شد تو این تحریم ها به جنگ وارد شدیم، حتی شرایط جنگی رو فکر کرده بودن. آقای احمدی نژاد گفت 100 تا از سردارای سپاه برن اونجا حساب باز کنن تو بانک های اروپایی. البته ایشون بانک های افغانستان رو هم پاکستان رو هم پیشنهاد داده بود برن اونجا حساب باز کنن و این اتفاق افتاد. بسیاری از این سردارا حساب باز کردن، به حساب شخصیشون پول های بیت المال رفت و بودجه مملکت رفت. بعضی از اینها رفتند و خوردند و برنگشتند. بعضی از این پول ها مصادره شد و بعضی هم حسب بلوکه شده، مسدود شده، چون مشخص شد که به اتهام پولشویی و پول کثیف مسدود شده و الان موندن چه کارش کنن. بله رئیس جمهور، ما هم انتظار داریم حالا که آیه شیخ صادق خواستن حتما به این پرونده حساب ها رسیدگی جدی بشه و به مردم گزارش داده بشه. هر چند از شیخ حسن هم ما انتظار کمکی نداریم و مایوسیم از این دولت امید، به جهت اینکه 5 ماه گذشته از فیش‌های نجومی و ایشون یه نامه تحویل مردم داد و یک گزارش مالی قشنگ و متقن به مردم نداد که این فیش‌های نجومی چه می‌شود. این رو انتظار داریم. حالا که آقای لاریجانی از رئیس جمهور خواستن رسیدگی کنن و گزارش رو بانک‌ها بدن که این سودها کجا رفته، چگونه برداشت شده از حساب‌ها و صرف چه کاری شده. گیرندگان این چک ها مشخص میشن، برداشت به امضای شیخ صادق لاریجانی و گیرنده چه کسانش. اینا رو منتشر کنید. یک پرونده جدی قضایی باید باشه. ما معتقدیم که با یک دونه از این حساب ها رئیس جمهور باید استعفا بده، رئیس قوه باید استعفا بده. من تعجب میکنم ملتی که واکسینه شدن براشون 1000 میلیارد و 10000 میلیارد و نمیدونم 12000 میلیارد شده جوک و طنز. اینا همش درده. با یک تلفن خصوصی فلان وزیر در یک کشور اروپایی که تلفن راه دور خصوصی از محل کارش زده استعفا میده. این ملت چشون شده؟ این ملت بزرگ چرا تحملشون اینقدر بالا رفته؟ و من فکر میکنم تمام این اختلاس ها واکسن بوده برای شما که هرچی بزرگتر میشه دیگه ککتون نمیگزه. نخیر، باید بیستیم و یاشار سلطانی ها اگر به زندان میروند ما بایستی برویم دم زندان بگوییم ما هم یاشار سلطانی هستیم. و تمام عزیزان، و اگه این مصاحبه رو من اعلام میکنم و فرداش آقای لاریجانی عصبانی شد و شیخ صادق دستور فرمودند بریزن بگیرن، من انتظار دارم که مردم هم بایستند. دوره اون قلدر معابی ها گذشته، دنیا شناخته و میدانند چه میشود و امروز در یک فضای قرار داریم که میتوانیم آقایون رو سر جاشون بنشونیم. و من فکر میکنم کمترین توقع ما این است که آقای لاریجانی استعفا بده و اگر نمیده کمترین انتظار ما از رهبری این است که بعد از این رسوایی حداقل ایشون رو عزل کنه و کسی دیگه رو انتخاب کنه. خب ببینید شیخ صادق این روزو بعد جور زیر حمله است. انصار حزب الله هم آمد یقه شیخ صادق رو گرفت در رابطه با سعید طوسی. میبینین دیگه 23 مهر امسال، همین چند وقت پیش، یه ماه پیش، پرونده مسکوت مانده شکایت از سعید طوسی قاری محبوب رهبر برای نخستین بار تو همین برنامه صفحه آخر مطرح شد. دیگه حتما دیدین برنامه رو. با قربانیان جنسی این خادم رهبر گفتگو کردیم، با خود سعید طوسی صحبت کردیم و خب قضیه کتمان کردنی به هیچ وجه نیست و نبوده و همچنان
پس لرزه‌هاش ادامه داره. یکی از این پس لرزه‌ها بیانیه حسین الله کرمه. الله کرم چهره شاخص انصار حزب الله که میدانید. حسین الله کرم و شورای هماهنگی حزب الله تو بیانیه‌ای که درباره سعید طوسی منتشر کردن، یقه قوه قضاییه رو گرفتن و نوشتن: الف، اگر فردی در دفتر رهبری با سوء استفاده از دفتر به حمایت از طوسی برخواسته و یا در ایام محاکمه او را در مجالسی با حضور رهبری یا در افتتاحیه مجلس کنونی شرکت داده، به اتهام وهن دفتر رهبری محاکمه گردد. ب. شورای عالی قرآن یا هر دستگاهی از جمله صدا و سیما، مجلس کنونی و غیره اگر با اطلاع از پرونده اتهام طوسی اقدام به حمایت از وی و اجرای برنامه توسط طوسی داشته اند را به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه نماید. این اگرهایی که گفته همش بوده. گزارش حتما دیدین اون دو تا برنامه‌ای که ما درباره سعید طوسی گذاشتیم که هم مسئول روابط عمومی حزب رهبر درست گفتم بیت رهبر، جامعه حزبی نیست فقط حزب رهبر داریم. به هر حال مسئول روابط عمومی بیت رهبر بوده، حامی سعید طوسی و در مجلس هم دعوتش کردم و به هر حال این الله کرم و شورای هماهنگ حزب الله بیانیه دادن به قوه قضاییه، گفتن آقا جون اینا هم باید به اشد مجازات برسن. کی باید این کارو بکنه؟ باید شیخ صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است. باری ببینید، این بیانیه رو من اشاره کردم ولی حقیقتش این است که من همیشه گفتم که چاقویش وقت دست خودشون نمیبره. عمیقا معتقدم. اینجا هم سوالم این است که آیا با توجه به صحبت‌های آقای دکتر خزعلی درباره جنگ قدرت سر رهبری بعد از خامنه ای، این بیانیه را هم در همین جنگ قدرت بین صادق لاریجانی و خامنه ای و دیگران باید دید؟ احسن. من دقیقاً حرکتی که شورای بالاخره رئیس شورا ایشون آیا الله کرم یا انصار حزب الله یا اینها یا خیلی از سپاهی ها این حرکتی که انجام میدن، میرم شاه رئیسی یا اینو مینویسن، دقیقا نگران حرکت آقای لاریجانی برای دورخیز برای رهبری هستن، یا اگر با آقای روحانی قویین میجنگن میدونن بهترین گزینه برای بقای اونها در این انتخابات هم روحانی است. من به شما بگم اصولگرایان اصلا روحانی رو میخوام برای ریاست جمهوری این دوره. متاسفانه اصلاح طلبان خیلی منفعل شدن و میترسن کاندیدای جدید بیاورن، وگرنه اگر ما به چوب بگیم رای بدن، مردم انقدر با محبتن که در هفتم اسفند نشون دادن به کسانی که نمیشناسن 30 به علاوه 16 رای دادن برای اینکه شاخصهای جناح حاکم رو بزنن. مردم وفادار بودن و ما داریم خیانت میکنیم به مردم که نمیام گزینه‌های بهتری در جلوی اونها بذاریم. ببینید اصولگرایان روحانی رو میخوان، بقای اونها در جامعه ملی به خصوص بعد از انتخابات آمریکا وجود آقای روحانی است، کس دیگه ای ندارن. اگر این آقایون به روحانی حمله میکنن و به لاریجانی، نگران دورخیز اونها بعد از رهبری است، بعد در واقع بیماری رهبری رو جدی میبینن و نگران دورخیز برای رهبری است، وگرنه ریاست جمهوری آقای روحانی هیچ مشکلی باش ندارن. خیلی هم خوشحالن تا اینجا هم که پیشرفته دستور رهبری بوده، برجام رو 6 ماه قبل از روحانی آغاز کرده و میخواست انجام بشه برای بقای خودشون. اگر این اتفاق نمیافتاد بقای اونها زیر سوال بود. خب ببینید، غیر از این ماجرای جنگ قدرت برای کسب رهبری بعد از خامنه ای که حالا شیخ صادق که از بقیه بیشتر شاخشونه میکشید، بیشتر از بقیه برده زیر ضرب، موضوع دیگه هم هست که اگه بخوان گیر بدن به شیخ صادق، عرض کردم دو روزه کله پا میشه، مثل موضوع زمین خاریش. ببینید ولی بذارین قبل از اینکه برسیم به موضوع زمین خاری بپردازیم به تبار این خانواده. 5 تا برادرن، هر کدوم کاری در این نظام. یک خواهر دارن، یعنی بچه بزرگه، که اونم زن آیت الله محقق داماده. 3 تا از این 5 تا برادر سالهاست که مهمترین سمت‌ها رو دارن در نظام زیر سایه رهبری خامنه‌ای. صادق رئیس قوه قضاییه است، مام جواد معاون بین الملل صادق، علی رئیس قوه مقننه، فاضل که مثلا تو دانشگاه آزاده ولی در اصل کارچاق کنه بدهکارای کلون بانکی و رشوه‌گیر مشهور که افتاد تو دام
شنود احمدی نژاد مرتضوی وقتی داشت طلب رشوه میکرد از بابک زنجانی واسه درست کردن کارهای غیرقانونیش پیش داداشش صادق و علی، داداشاش صادق و علی که میگفت قوه قضاییه تو مجلس و اینا حمایت اونا رو میگیرم از این داستانا، زمان احمدی نژاد که میدونید اینا رو. به هر حال داداش دیگه‌اش منباقر لاریجانی که معاون وزارت بهداشت، پدر اینا میرزا هاشم لاریجانی سال 71 درگذشت، 1371. این دو تا آخری‌ها یعنی فاضل و منباقر اینا متولد قومن، سه تا اولی‌ها یعنی ممجواد و علی و صادق متولد نجفن. قبل از انقلاب هم هیچ وقت اینا جزء مبارزان راه امام خمینی و انقلاب اسلامی و این حرفا نبودن. خود میرزا هاشم هم از آدمای مهم حوزه نجف نبود. ببینید زندگی نامش رو بخون. بعدن تو قم کلاس درس داشت چون در نجف درس خونده بود و شده بود مجتهد و بعد اومده بود ایران کلاس درس داشت تو قم. چی شد که اینا شدن همه کارهای مملکت؟ اینجا میخوام شروع کنم، شاید برای شما سخت باشه اما واقعیت میخوام بگم که میرزا هاشم در 1278 در پردمه یه روستایی نزدیک رینه که همه بلدن اونجا رو از توابع لاریجان که لاریجان هم از توابع آمل باشه متولد میشه. تمام این روستا یهودی تبارن و حرکت‌های بعدی رو من میخوام با این فرض اصلا مطرح کنم. نمیخوام بگم اساساً تبار یهودی بعد خدای نکرده یا قصد اساءه ادبی داریم به یکی از دینهای ابراهیمی و دینهای معتبر و رسمی قانون اساسیمون، اما میخوام بگم توجه داشته باشیم که ویژگی های این تبار و هوشمندی های این تبار رو هم در نظر بگیریم در مسیر میرزا هاشم. میرزا هاشمی که حرکت میکنه میره به نجف، پس پدر او در واقع جز این که از این تبار باشه چیز دیگه برای او به یادگار نمیذاره، در هیچ جا هم شما نمیشنوید که از پدر او بخواهند چیزی بگویند و میره میمونه. اینها یکی از اهداف جدی اینها این است که با بزرگان وصلت کنند و ارتباطاتی با بزرگان بگیرند، لذا میره اونجا در میمونه مجتهد میشه و بعد ازدواج میکنه برای اینکه بتونه دختر آیت الله نبوی رو بگیره، برای اینکه با یک بزرگی وصلت کنه و این ارتباط با خاندان علم مستحکم بشه. بعد می‌بینیم بچه‌هاش هم همینطور، مثلا یکی از بچه‌ها داماد حسنزاده آملی میشه، یکی داماد وحید خراسانی میشه، یکی داماد آیه مطهری میشه، هر کدوم به همین صورت و حتی برای دخترش نقل میکنن که خودش رفت خواستگاری برای اینکه میخواد عروس محقق داماد بشه. یعنی این ارتباط‌ها خیلی مهمه، لذا می‌بینیم فاصله ایشون با فرزند اولش 52 ساله. با محمد جواد که فرزند اولیشون بود، می‌خوام بگم در این سن، در صورتی که خب می‌دونید توی حوزه در هم اول 20 ساله 21 ساله ازدواج می‌کنه، اما ایشون باید بره اول مجتهد بشود تا بعد بتونه فرزند یک آیت اللهی رو در واقع خواستگاری بکنه. و این حرکت من میگم هدفمنده، من میگم با برنامه‌ریزی دقیقه. من میخوام بگم اگر امام اول انقلاب یه جمله گفت، گفتش که میرزا هاشم و فرزندانش انگلیسی هستن به اونها پست ندید، یک چیزی از همین مسائلی که در نجف بود میدید. من میخوام از اون موقعی شروع کنم که ایشون در نجف مشغول میشه، هم درس و هم بحث و هم مباحثه عموی پدر من بود، آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی، که او تألیفاتی دارد و صاحب قلم بسیار روان خوبی بود، نهایت الافکار رو داره در تقریرات درس آزیای عراقی که استاد اینها بود، استاد هر دوشون بوده، یا حاشیه بر علوت الوثقا داره که او هم خیلی معتبر است و در حوزه تدریس میشه کتابهای ایشون. در همین مسیری که با هم هم بحث بودن و درس میخوندن، آمیرزا هاشم پدر لاریجانی ها یادداشت ها و نوشته ها و تقریرات عموی پدر بنده رو میگرفته که من برم از روش بنویسم برای اینکه درس رو آماده کنه، شاید یک کمی دانش آموز کاهلی بوده و سست بوده و نمینوشته. بعد همون چیزایی که از ایشون میگیره که برم از روش بنویسم درسمو بخونم میشه تقریرات آزیایی که به نام خودش چاپ میکنه، که نقله که عموی پدر ما همیشه گلایه میکرد که میرزا هاشم کتاب منو به نام خودش چاپ کرده. این از این آغاز حرکت. خب این فضای نجف است، در نجف ایشون محترم نبود،
و به هر حال این اشکالات رفتاری و اخلاقی متوجه او بود، حرکت میکنه حالا به عنوان یک مجتهد میاد قم و درس خارج بده. من میخوام بگم در مرحله‌ای که ایشون فکر میکنم مثلا سال 40 ایشون مثلا در اون موقع سن 60 و خورده ای میاد قم قبل از 40 که شروع میکنه به تدریس. خب حالا من اشاره کردم که اون موقع یعنی دهه 40 اوایل دهه 40 میرزا هاشم لاریجانی ظاهرا دل خوشی هم از آیت الله خمینی نداشت، دوره‌ای که آیت الله خمینی داشت قدر قدرت روحانیت ضد سلطنت میشد، مخصوصا وقتی ماجرای سال 42 اتفاق افتاد، حمله مامورای حکومت بخ به مدرسه فیضی انجام شد، اون داستانا. حالا در سال 42 اون حرکت انجام میشه، پدر بنده و 12 نفر در این 12 نفر مدرسین حوزه میان آقای خمینی رو انتخاب میکنن به عنوان مرجع تقلید، معرفی میکنن مدرسین، بعدم جامعه مدرسین از همینجا شکل میگیره دیگه، اینها معرفی میکنن که آقای خمینی به عنوان مرجع تقلید معرفی بشن، میان خدمت میرزا هاشم. حالا شاگردان که الان بعضی از شاگردان ایشون مسئولین امروز هستن و حتی مجتهدین امروز هستن، سر درس جلوی همه شاگردان یکی از این آقایون میاد میگه که این 12 نفر مدرسین آقا روح الله رو به عنوان مرجع معرفی کردند. و ایشون جمله‌ای میگه میرزا هاشم در حضور همه شاگردانش که الان هم هستن، الان از اصلاح طلبان هستن بعضی‌هاشون، میگه که اینها جنایت کردند، اینها خیانت کردند به اسلام. این جمله میرزا هاشم آملی پدر لاریجانی ها که کسانی که خمینی را به عنوان مرجع تقلید معرفی کردند خیانت کردند به اسلام و جنایت کردند. خب در انقلاب هم شرکت نداشت، هر کی هم میگه دروغ میگه. ایشون تا مسجد محل هم یک راهپیمایی نیومد، نه حرکتی داشت نه همراهی داشت، بدتر میگفت امام افراطی است و تندرو است. کسی که امام رو تندرو افراطی میدونه و امام هم بعد از انقلاب میگه ایشون و فرزندانش انگلیسی هستن، به اونها پست ندید. الان همه فرزندان به حمدالله در مصادر امور هستن و این درد ماست. از اینجا میخوام ورود کنم که چه اتفاقی افتاده و اگر ازدواج تا بوده، ازدواج ها با برنامه بوده برای این که با این در واقع قطب های مرجعیت و شیعه وصل بشه. چند تا هدف داره این قوم، یکی در واقع رهبری روحانی، لذا ما در مرجعیت هم الان داریم کسانی که یهودی تبارند. یکی اقتصاد، میبینیم که حرف اول اقتصاد کشور رو مثلا آیه اسکرولادی میزد که خب اسکرولادی مسلمان که از همین تبار بودن، حالا خدا رحمتش کنه انشاءالله با اولیایش محشورش بگرداند، به هر حال از همین تبار بودن و اقتصاد رو گرفتن. الانم فکر میکنم برادر ایشون که در قید حیاتند نفر اول یا دوم سرمایه دار کشور باشه در بخش خصوصی و خب در اتاق بازرگانی باز حرف اول رو میزنند. من میخوام از تبار اگر میگویم استفاده کنم بگویم زمان احمدی نژاد من گفتم که این یهودی تبار است و اگر کسی میخواست، در کتاب آینه هم نوشتم که اگر موساد میخواست کسی رو استخدام کنه برای اینکه مردم رو به دین، به امام زمان، به روحانیت، به شیعه، به مرجعیت بدبین کنه و نظام رو به این چالش جدی بکشونه که 6 بار در شورای امنیت محکوم بشه و به خصوص محکوم به نفع اسرائیل در قضیه هولوکاست، به نفع اسرائیل محکوم شد، یا در قضیه اینکه باید از نقشه حذف بشود، من میخوام بگم اگر کسی میخواست برنامه ریزی کنه و بیاید این مملکت رو با یک چالش جدید روبرو کنه، مردم به ادارت و قوه قضاییه و کل نظام بی‌اعتماد بشن، کاریو میکرد که آقای صادق لاریجانی در قوه قضاییه کرد و خاندان لاریجانی کردن. در مجلس هم علی آقا بد عمل نکرده، همون گونه عمل کرده که اونها میخواهند. ببینید ما اونقدر اینها قوی عمل کردند که بعد از این که ما میاییم و حالا انتخاباتی است که لیست امید و در واقع لیست اصلاح طلبا پیروز میشه، ما میبینیم یک نفر حرکت میکنه میره قم. من ناچارم بگم آقای شکوری راد که الان دبیر کل حزب اراده ملت میره قم و اونها رو مجاب میکنه که علی لاریجانی در لیست امید باشد. این همه تلاش ما برای اینکه شاخصهای اصولگرایان رو بزنیم
آقای شکوری راد میره اونجا اصرار میکنه که این بماند. مطمئنم که اگر بخواهد سرویس های بیگانه کار کنند همین کارهای میکنند که این دوستان ما انجام میدن. پشت پرده رو نمیخواهم بگویم یک ارتباط سازمانی وجود دارد، چون میگن نشون بده، من ندارم، چون قطعا این پشت پرده اگر باشد دست من نمیرسه. خب حالا من نمیدونم این زمین خاری هم کار سرویس های بیگانه است یا من فقط یه اشاره کوتاه بکنم که میرزا هاشم لاریجانی که آقای خزعلی اشاره کردن، منم اشاره کردم در زندگی نامش که مخالف آیت الله خمینی بود، او برعکس در دوره رهبر شدن علی خامنه ای جزو اولین دسته روحانیون حوزه علمی قم بود که به اصطلاح بیعت کرد با آیت الله خامنه ای به عنوان با آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه. باری ببینید دست کم سه تا از این برادرای لاریجانی رسوایی و اتهام مالی دارن. مام جواد لاریجانی بر طبق اخبار و اسناد قوه قضاییه زمین خوارترین پسر میرزا هاشم لاریجانی است، فرزند اولیشون که الان مشاور و معاون رئیس قوه قضاییه است و در قوه قضاییه از حقوق بشر اسلامی میخواهد دفاع کند. در واقع کرسی حقوق بشر اسلامی هم دست آقا محمد جواد لاریجانی است. البته اینها یه قصه دیگه هم دارن که فامیلیاشون همه با هم فرق داره. یکی اردشیر لاریجانی است، یکی آملی است، یکی لاریجانی است. گفتش که بچه‌هات اسمشون چیه؟ گفت همه هوشنگن. گفت مگه میشه؟ گفت فامیلیاشون با هم فرق داره. حالا آیون لاریجانی فامیلیاشون همه با هم فرق داره. یک محمد جواده که خب در اون زمانی که آقای پالیزدار اون گزارش تحقیق و تفحص مجلس رو داشت، یکی از پرونده ها پرونده زمینخواری گسترده منابع ملی بود که نزدیک به 1000 هکتار، باید اینو ضرب در بالاخره 10,000 متر مربع بکنیم تا مردم بدونن که این 1000 هکتار یعنی 10,000,000 متر مربع در نزدیکی همین تهران. من بارها گفتم ما رفتیم جبهه از باطلاق‌های حورالعظیم دفاع کنیم، اما نمی‌دونستیم که جبهه اصلی در کنار گوشمون در کنار تهران است و ایشون داره 1000 هکتار یعنی 10,000,000 متر مربع از زمین‌های ما رو اشغال می‌کنه و کسی هم نیست از این زمین‌ها و منابع طبیعی و منابع ملی دفاع کنه. این اتفاق افتاد و ایشون گرفت و بعد هم توسعهش داد به 1800 هکتار که داره شترمرغ تولید میکنه، پرورش ماهی داره، کشاورزی داره، یه شهرکی است، همه کار میکنه در اونجا. باز هم این شم اقتصادی آقایون است که در مسائل مالی خیلی خوب فکر میکنن و همین گونه است که درصد خیلی کوچکی از جمعیت جهان رو دارن، اما اقتصاد جهان دست همین قوم هست. من میخوام اینها رو بغل هم بذارم، پازلمو بچینم برم جلو. روزی که آقای پالیزدار میره داخل این مزرعه ایشون میشه که یه پوتینی چکمه پاش کرده تا نزدیک زیر زانو داره خودش کار میکنه و یک تخم شترمرغ دستشه، میگه چرا نمیای وارد سیاست بشی؟ میگه من کل سیاست رو به این تخم شترمرغ نمیفروشم. یعنی در واقع همه سیاست رو به همون تخم شترمرغ و مسائل اقتصادی فروخت و رفت تا دوره‌ای که برادرشون رئیس قوه قضاییه شد و دیدیم که آمد و در معاونت اونجا جا خوش کرد. ببینین سندهایی هست که قبلا هم بعضیاشو نشون دادیم که امیدوارم الان هم بتونین ببینین. این سندها مربوط است به تصرف اراضی ملی در حاشیه ورامین. من تا سند رو نشون ندن دوستان حرف نمیزنم. بله بفرمایید. ببینین اون موقع اینا بود 340 هکتار. این سند ها بر اساس اینه. الان 1800 هکتار. یعنی همینجوری پیش رفته و پیش هم داره میره. سر همین 340 هکتار حفر چندین حلقه چاه غیر مجاز در این منطقه، نگهداری بیش از 900 رأس گوسفند و 200 نفر شتر به صورت غیر قانونی تو دامداری‌های احداث شده در اراضی تصرف شده به دست مام جواد لاریجانی،
مام جواد تو این نامه ها که دارین میبینین به مسئولین وقت از جمله وزیر جهاد کشاورزی سعی میکنه که این اراضی ملی رو ثبت سند کنه. بر طبق همین اسناد مام جواد لاریجانی چندین پرونده تو قوه قضاییه داره، ولی همه پرونده ها حکم عدم پیگرد خورده. برای نمونه 9 مرداد 91 فقط یه نمونه شو براتون بگم، علیرضا آوایی رئیس وقت دادگستری استان تهران در پاسخ این سوال که گفته می شود در سال 89 برای پرونده، یکی از پرونده ها، این پرونده که مربوط است به شکایت فقط به وزارت جهاد کشاورزی، برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است، اظهار داشت بخشی از پرونده محمد جواد لاریجانی مربوط به شکایت وزارت جهاد کشاورزی بود که قرار منع تعقیب صادر شد. یعنی بر اساس همین هم بخشی از زمین ها به نام ایشون سند خورد. اما در شکایت جدیدی که منابع طبیعی مطرح کرده است، قرار شده رسیدگی شفافی صورت گرفته و تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ شود. الان 5-6 ساله دارن رسیدگی شفاف میکنن. بله، سند رو نمیدادن و هنوزم بسیاری از این زمین‌ها بدون سند رو بهش ندادن. یه مقدارش رو تونست بگیره، اما بقیه‌اش هنوز بایستی برادر انشالله یه حکم بکنه، الزام به تنظیم سندم براشون بگیرن که سنددار بشن. نه خیر، هنوز بخش عمده‌ای از این زمین‌ها موفق به اخذ سند نشده جواد لاریجانی، مگر اینکه به لطف برادر آقا صادق یه حکمی هم صادر بشود و این زمین‌های مردم، زمین‌های ملت به نام ایشون سند بخوره. بخشی سند خورده و بخشی نخورده. این شکایت هم قسمت جهادش با عنایت خاصه اینطوری شد و پرونده مختوم شد، ولی قصه منابع طبیعیش مونده و انشالله که به نتیجه نرسد و بتونیم این صحبت‌ها برای همینه، برای اینکه اموال مردم برگرده، برای اینکه آیا همه مردم میتونن در کنار تهران 1000 هکتار زمین بگیرن؟ آیا این واقعا همون وعده هایی است که ما به خاطرش انقلاب کردیم؟ من میخوام بگم دردناکه وقتی که ما آقای خلخالی در مجلس گزارش میده، میگه هویدا رو می‌خواستیم محاکمه کنیم، حالا گفتن نسبت اخلاقی و در گوشش چیزی گفت که آقای خلخالی مجاب شد، فهمید که اشتباه کرده، نسبت اخلاقی به هویدا داده، گفت شما از مالی تخلف داری. گفت من یه پیکان آبی رنگ دارم قسطی خریدم، قسطشو دارم میدم، یه آپارتمانم دارم طبقه بالاش مادرم آپارتمان داره طبقه پایینش من، که هر وقت با من کاری داره میخواد پوشکشو عوض کنم با عصا میزنه، من میرم بالا پوشکشو عوض میکنم. و درد 13 سال نخست وزیر مملکت بوده و آخرش یه آپارتمان داره، یه پیکان آبی رنگ، خودش رانندگی میکنه تو این شهر. و شما عزیزان من به اسم دین با یک امامه دارید چه کار میکنید؟ بعد 1000 هکتار و 1800 توسعه پیدا کرده، اضافه شده 1800 هکتار برای چی؟ اب نداره داشته باشیم، ما داشتن رو افتخار میدونیم، از کجا آورده اید؟ آیا مثل همه؟ یعنی منم میتونم بیام بغل زمین شما یه 1000 هکتار بگیرم، منم کشاورزی کنم، منم شترمرغ پرورش بدم. آقای محمد جواد لاریجانی عزیز که کل سیاست رو به تخم شترمرغ فروختی و الان کل کشور رو نمیدارم به چه میخواهی بفروشی؟ بله، خود شیخ صادق لاریجانی هم تو دستگاهی که رئیسشه پرونده زمینخواری داره. ببینین این سند نامه خیلی محرمانه مستقیم رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم به وزیر وقت جهاد کشاورزی آقای اسکندری، 4 خرداد 88، تصرف اراضی حومه ورامین توسط صادق لاریجانی. نامه وحید بیت رهبری هم توی این اسناد هست، اون قولتشنه که همیشه کنار آقای خامنه‌ای داره حفاظتشو میکنه و یه مقدار مسئول امنیت بیت هم هست، نامه اونم تو همین اسناد هست درباره همین زمینخواری های شیخ صادق لاریجانی. میخوام بگم خامنه ای از جزئیات این زمینخواری ها خبر داشته و داره بر اساس همین نامه ها، بر اساس نامه وحید. بعد بیاد چیکار میکنه رهبر مستضعفان جهان؟ 2.5 ماه بعد از نامه رئیس سازمان جهاد قم به وزیر جهاد درباره زمینخواری صادق لاریجانی، به صادق لاریجانی حکم ریاست قوه قضاییه رو میده.
پرونده صادق لاریجانی و ممجواد فراموش میشه. اینجوری عدالت در دستگاه عدل سید علی خامنه ای. اون تا یه سوال باز اینجا هست، اینکه این اسناد تو دعوای احمدی نژاد و صادق لاریجانی رو شد، همین اسنادی که الان دیدین مال زمین خاریه ها، همیشه تو جنگ قدرت بخشی از اینا میفته بیرون. خب حالا تو این دور جدید جنگ قدرت چرا این اسناد، همین اسناد زمین خاری باز مطرح نمیشه و دنبال نمیشه؟ چی شد پرونده خود شیخ صادق لاریجانی؟ منم به اندازه شما به هر حال حضرات همه مشغولند و من یه موقع شوخی میکردم میگفتم که ما در مسجد حرام که بودیم، خب طواف و همه دارن ذکر میگن، الا یه زمان که واقعا سکوت عجیبی در این مسجد حرام حاکمه. درست ساعت افطار که همه یه نون و خرمایی میشینن افطار میکنن، بعد نماز میشه، دیدم که این مسجد چقدر ساکته. بعد به شوخی گفتم چون همه دارن میخورن. هر وقت دیدین که همه ساکتن بدونین که همه دارن میخورن. اگر میبینین که رسیدگی نمیشه و از این ور جهاد هم پیگیری نمیکنه، علتش اینه که همه دارن میخورن. و اگر اون رسیدگی به فیش‌های نجومی دیگه نکرد، کشش نداد و اینها هم کشش ندادن و پرونده آقای احمدی نژاد رو همین دولت سه سال و اندی از دولت گذشته داره به آخرش میرسه، یک دونه تخلف آقای احمدی نژاد رو دولت امید بررسی نکرد. چرا؟ چون چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا همه دارن میخورن تا بعدش برن به نمازشون برسن. بریم پرده آخر. ببوس ذریح را و جمیع بدن خود را بر آن بمال. به ذریح تمام بدن خودت را بمال، نه اینکه به خود ذریح حضرت پشتو بکنی به ذریح، به دیوارهای کنار حرم. این جزء مستحبات هست، یعنی این موجب تبرک بدن و دفع آفات میشه. یعنی همه بدن باید به اون صحن و سرا، به اون دیوارها. بله دیوارها، شما تکیم که میدی به حرم رو به قبر حضرت، این جزء مستحباته. کمرتو شما بمال به دیوار، این جزء مستحباته. مستحب بمال کمرت. شب و روزگار خوش.